سلام دوستای گل و مهربونم، امروز اومدم با ویدئویی که دوستان شاید خوششون بیاد، چون یک عده انگار ناراضی بودن که همیشه به محصولات گرون رو دارم معرفی میکنم. امروز بین فکر کنم 7 تا 8 تا از محصولات فوق‌العاده عالی با مواد اکتیو که در اصل با قیمت‌های زیر 10 پوند یا 10 دلار که میتونین خیلی نتایج خوب ازش بگیرین. در مورد این محصولات میخوام در اصل بهتون معرفی کنم و جزئیاتش رو براتون بگم. اما در قسمت دوم که البته این قسمت دوم بود، قسمت اول سوالی یکی از عزیزان هست که میخوام جواب بدم در همون شروع. بریم سر وقت ویدئوی امروزمون دوستای کلم، و قبل از شروع اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین لطفا برای سارا، اون زنگوله رو بزنین تا در جریان ویدئوهای جدید قرار بگیرین. لایک یادتون نره مهربونای من، و اینکه این هم اینستاگرام سارا هست، به گروه ما بپیوندین و پیشاپیش بهتون خوش آمد میگم. و اینکه دوستان این ویدئو رو خواهش میکنم که با دقت و با حوصله تا انتها نگاه کنین. یکی از دوستان سوال کرده بود که سارا نمونه بر ویدئوهای تاتی رو نگاه کن، مثلا محصولات لوازم آرایش ارزون قیمت رو مثلا معرفی میکنه و میگه این مثلا مشابه این نوع برند لوکس و گرون هستش، و از من برای من نوشته بود که در اصل وقت ناراحت نشی. نه عزیز دلم، من از نوشتای هیچ کس ناراحت نمیشم و خودم دارم میگم که انتقاد کنین و نقاط ضعف این کانال رو بگین تا سعی کنیم که من سعی کنم با بهتر کردنش یه محیط رو ایجاد کنم که شما بیاین و اونجا علاوه بر اینکه خیلی چیز یاد میگیرین، براتون یک محیط سرگرم کننده و فان هم باشه. برای چی باید ناراحت بشم؟ اصلا اینطور نیست. شما هیچ بی احترامی و بی ادبی نکردین. من برای چی باید از شما عزیزان ناراحت بشم؟ اینجا بهتر به این سوال، چون خواستم سوالو جواب بدم، بعد دیدم که من باید مثلا یک صفحه بنویسم و به خاطرم میگفتم تو ویدیو بگم. ببینین لوازم آرایش با اسکین کیر فرق میکنه. ما محصولات خیلی لوکسی در بازار داریم که هیچ ماده اکتیوی در درونشون وجود نداره. مثلا دارم مثال میزنم، آیا شما تو لانکوم یک سرم رتینول خیلی قوی رو میبینین، یا یک اسید سالیسیلیک خیلی قوی و تأثیر گذار؟ ولی مثلا در یک سری برندهای خاص مثلا پاولوس چویس که کارش درمان پوست هست و محصولاتی رو بدون نسخه در وارد بازار کرده، حاوی مقدار زیادی مواد اکتیو هست. اگه بگم از محصولات ارزون بهتون معرفی کنم، میتونم محصولات دی اوردینری، دی انکلیست، همه این محصولات دوستان حاوی مواد اکتیو هست. اما شما وقتی که وارد محصولات مثلا استیل لاودر میشی، وقتی که میخواد بگه لایه بردار یا ضد لک، میره سراغ محصولات گیاهی، مثلا دوران باستان، یک سری ترکیبات رو در کنار هم قرار میده و بیشتر از این که جنبه درمانی داشته باشه، در جنبه زیبایی و لوکس بودن داره. اگر شما مشکل حادی دارین و لکهای ناخوشایندی روی صورتتون وجود داره، هیچ وقت نمیتونید برین سراغ محصول استیل لاودر. مثلا اون روغنش که یه روغنی داره که از آثاره الان اگه یادم اومد فارسیشو بگم زرچوبه هست، اون هیچ وقت مثلا کمک شدیدی نمیکنه، کمک ماده اکتیوی نیست. ولی به شکل کلی ما میتونیم بگیم که آثار زرچوبه در محصولات لوکس یک نقش موثری رو در لکه برداری داره، کمک میکنه باعث درخشان شدن پوستتون بشه. ولی هیچ وقت یک ماده اکتیو واقعی، یک ویتامین سی خیلی خوب، مثلا اسید اسکوربیک الیس، هیچ وقت وارد محصولات لوکس نمی کنن. گفتم بیشتر بر پایه عصاره دانه های روغنی، گل ها و گیاهان هست. مثلا اینجا براتون مثال بزنم، محصولات لامق یک ترکیبات مثلا زیر محصول شاید 20 خط در مورد عصاره ها نوشته. خب این محصول رو غنی کرده، ولی باعث میشه پوست شما نرم بشه، لطیف بشه. اگه خیلی جوان هستین و خطوط ریز روی صورتتون ایجاد شده، اون خطوط با آبرسانی بهبود پیدا کنه. اما اینکه بخواد الان معجزه برای شما
انجام بده؟ نه. چرا؟ چون حاوی مواد اکتیو نیست و به همین علت ما نمیتونیم محصولات ارزون و گرون رو اونجوری که تو لوازم آرایش با هم دیگه مقایسه کنیم و بگیم فرق میکنه، خیلی در از فرق میکنه. یا مثلا من نمیتونم بیام میگم که محصولات شنل خوب نیست به این علت، نه، اونها با یک بیس هستن، درمانی ها با مواد اکتیو نقش جدایی رو دارن. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه و حقیقت رو بگم یه خورده کامپلیکیت هست، پیچیده است و باید جدا جدا اینها توضیح داده بشه. به خاطر همین هم هست که بعضی موقع وقتی صحبت میکنم میگم مثلا اگه یه میکاپ آرتیست باشه خیلی راحت میاد میشینه جلوی ویدیو و آرایش میکنه، خیلی هم آدم لذت میبره، خوشم میاد این شماها نشینم و نگاه میکنم، ولی واقعا اسکینکر و آموزش های اسکینکر یه خورده سخت هست دوستان و برای رده مقایسه کردن خیلی هم سخت‌تر میشه. ولی من همیشه گفتم که تقریبا بیشتر محصولات لوکس حاوی خوشبو کننده و پرفیوم هستن و این شاید در کوتاه مدت شما اثرات رو نبینید، ولی اگه بخواید به شکل مداوم ازشون استفاده کنین کم کم صورتتون گرفتار آلرژی، حساسیت ها و حتی اگزما میشه، چیزی که هیچ وقت گفته نمیشه و من این رو همیشه رد کردم. و دیگه همینقدر که این قسمت رو رها کنیم و بریم قسمت دوم ویدئوم که محصولات جدید رو میخوام بهتون معرفی کنم که شاید بعضیشون جدید نیستن، 100% از محصولات دوردنی قیمت ها زیر 10 پوند هست، درمانی هستن و خیلی مؤثر. اولینش بریم سراغش و اولینش پیور اسکین تونر هست. خب من همیشه ضد تونر هستم. وقتی شما صورتتون رو میشورین و تمیز میکنید شما دیگه نیازی به تونر ندارین، چون تونر اصلا کلمه تونر یک با پاک کنندگی همراه هست. اما این تونر فرق میکنه. چرا؟ چون حاوی آلوورا هست، گلیکولیک اسید داره، من اینها رو نوشتم که فراموش نکنم، از دستم در نره، کاملیا، عصاره فندق، سیتریک اسید و بنزویک اسید هستش. و این دوستان ترکیباتش درسته خیلی قوی نیست چون به شکل تونر هست، ولی میتونه به مرور باعث این بشه که یک پوست نرم و صاف داشته باشین و کمک میکنه که پوستتون درخشان بشه بدون اینکه ایجاد تحریک کنه. اینجاست کلمه بدون تحریک وقتی صحبت میشه، یعنی ترکیبات اسیدی که درش استفاده شده خیلی خیلی ضعیف هستن. بیس این تونر آب هست دوستان و عصاره فندق که اون رو روغنی هست که بهش اضافه شده و همه اینها در کنار هم به شما کمک میکنه که یه صورت زیبا داشته باشین. همه اینها رو گفتم، اما هر صبح و شب میتونی ازش استفاده کنی و از همه مهمتر اینکه قیمتش خیلی ارزون هست، زیر 10 پوند هست. بعدی که میخوام باهاتون در موردش صحبت کنم یک سالیسیلیک اسید خیلی خوب هست که کلینزر هست، یعنی شستشوی صورت. خب من از محصولات پالوس چویس براتون گفتم که یک برند لوکس هست، خیلی عالی هست، با مواد اکتیو و خیلی هم واقعا کارش خوب هست، این یک حقیقت هست. اما اگه شما میخواین یک محصول قیمت مناسب تهیه کنین میتونین از این شستشوی صورت استفاده کنین. محصول قبلی رو همه گروه های پوستی با خیال راحت میتونن استفاده کنن، اما این بهتر هست برای پوست های چرب یا عزیزانی که پوست های جوشدار دارن، خیلی کمک کننده است. صورتتون رو باش شستشو میکنین و روی پوستتون با آرامی ماساژ میدین تقریبا بین 1 تا 2 دقیقه که فکر میکنم هیچ کس حوصله 2 دقیقه رو داشته باشه، 1 دقیقه، و بعد آبکشی میکنین و با یک حوله نرم و تمیز صورتتون رو خوش میکنین. خب میگه کاهش جوش و کمک میکنه که 100% پوست شفافی داشته باشین و از یک طرف هم خوابی نرم کننده و مرطوب کننده است و به خاطر همین این شستشو بعدش به شما یک احساس خشکی و کشش در پوست رو نمیده دوستان. بریم سراغ محصول بعدی، یک The Ordinary سروم هست که هم صبح هم شب میتونید استفاده کنید. اما این چرا انقدر ویژه هست؟ به خاطر مرین هایرونیک هست، یک سروم آبرسان فوق العاده قوی.
یک جذب خیلی عمیق و شدید داره، یک رطوبت رسانی خیلی دیپ رو روی صورت انجام میده و خیلی شدید با ماندگاری بالا، و این هم کمک میکنه که شما پوستی صاف، حجیمتر، پفدارتر و جوان داشته باشین، چون انگار همه آب رو تو خودش نگه میداره و پوست رو پفدار میکنه و مثل یک دختر نوجوان مثلا 10 ساله که یک پوست سالم و جوان و ترد داره، این هم دقیقا همون کار رو انجام میده. یک لحظه فکر کردم ویدیو استاپ شده و باتریش تموم شده، ببخشید. و اینکه توسط آمینو اسیدها حمایت میشه. دوستانی که دنبال محصولاتی هستن که به پوستشون آب رسانی کنن اما در کنارش هزینه زیادی ندن و به خصوص از دیدانی که پوستهای خشک دارن، این میتونه یک انتخاب خوب باشه، اما این به اون معنا نیست که بقیه نمیتونن استفاده کنن. همه گروه های پوستی میتونن ازش استفاده کنن. محصول بعدی یک محصول قوی هست، از باز هم از کمپانی The Ordinary، رتینول 10% اسکوئلن. اسکوئلن که درش استفاده شده گیاهی، که عصاری گیاهی هست و یک سرم ضد پیری است. خب من قبلا اینقدر در مورد رتینول با شما عزیزان صحبت کردم که دیگه فکر کنم بی خود نیست، 432 تا ویدیو تو کانالم دارم. از بین بردن خطوط ریز پوست، کاهش علائم پیری، استحکام پوست و رژیم مراقبت از پوست در شب، اصلا رتینول هست. اما دوستانی که همیشه از من سوال میکنن که چرا تو روتینت رتینول نداری؟ رتینول برای عزیزانی هست که مشکلات پوستشون یه خورده بیشتر از حد نرمال است، یعنی لک های خیلی آشکار دارن یا جوش های خیلی فعال و بزرگ دارن و این خیلی کمک کننده است. اما نکته مهم اینه که این 1% هست و ممکنه که در هفته اول گرفتار تحریق قرمزی و پوست شدن پوست بشین تو صورتتون، و سعی کنین که تا جایی که ممکنه تو هفته اول از خونه خارج نشین. ضد آفتاب رو تو خونه حتما استفاده کنین، و اگه سابقه استفاده از رتینول رو ندارین، دوباره اینا تکرار هاست دوستان، از 25% شروع کنید و آروم آروم اون رو به 1% برسونید. اما کسانی که سابقه استفاده از رتینول رو سال هاست دارد، خیلی راحت و بدون استرس و ترس میتونن استفاده کنن. محصول بعدی یک پروبیوتیک، همینطور روغن آووکادو هست و یک شستشوی صورت است. یک خصوصیت خوب این محصول این است که وقتی شما از این شستشوی صورت استفاده میکنین، کف نمیکنه. دانشمندان علم زیبایی و درماتولوژیست ها دارن میگن که این کفی که تو محصولات شستشوی صورت ایجاد میشه زیاد خوب نیست برای پوست ما، اما خب به هر حال تو محصولات هست و این با این قیمت کمش این رو ازش خارج کرده، پس هیچ کفی رو ایجاد نمیکنه، اما در کنارش لایه برداری رو داره انجام میده به خاطر همون ماده پروبیوتیک، ببخشید، که در اصل میتونیم بگیم قهرمان حمایت از سد دفاعی پوست هست. همه گروه های پوستی میتونن از این شستشوی صورت با خیال راحت استفاده کنن، قیمتش کم هست و با خیال راحت استفاده کنین و حالشو ببرین. یه محصول دیگه بهتون معرفی کنم با نام، اسمش خنده دار هست، پیک نوز کلیر بلکهد. شاید بیشتر برای جوانهای دهه 20 و زیر 20، یعنی تینیجرها بتونن ازش استفاده کنن. یک پاک کننده خیلی عالی برای جوش های سرسیاه هست، به خصوص به جوش هایی که در دوران بلوغ جوانی ایجاد میشه. این یک نفوذ خیلی عمیق داره، با خاک رز صورتی هست، پس در اصل میتونیم بگیم یک ماسک هست و شما به مدت 3 دقیقه رو پوستتون ماساژ میدین و بعد آبکشی میکنید. تمام ناخالصی ها، چربی های اضافه داخل منافذ رو ور می‌داره و وقتی این تمیزی ایجاد شد، محیطی رو ایجاد می‌کنه که باکتری ها دیگه نمیتونن توش فعالیت داشته باشن. دوستان عزیزان، نگران این که اگه نتونستین عکس بگیرین، لینک تمام محصولات زیر ویدیو هست. محصول بعدی یک اومگا واتر کرم هستش که هم صبح هم شب میتونین استفاده کنین. حالا این چه ماده‌ای درش وجود داره؟ حاوی اسیدهای چرب اومگا هست، چربی های مشابه با چربی های پوست شما، پس نمیتونه هیچ ریاکشن و حساسیتی روی پوست شما ایجاد کنه و
از طرفی کنترل سطح چربی پوست شما هم هست. یک رطوبت رسان خیلی عالی هست و همه گروه های پوستی میتونن استفاده کنن. یه آنتراک وسط میدم دوستان گلم، امروز گفتم بیام تو طبقه پایین فیلم بگیرم، یه خورده اطرافم تفاوت داشته باشه، همیشه جلوی میز آرایشم نشینم و فیلم بگیرم. هرچند ویدئوهای ما آموزشی هست و لازم نیست تا مسیر رو عوض کنیم یا در جای مختلف باشیم، چون تمامی کسانی که در مورد اسکین کیر صحبت میکنن از این زاویه تا این زاویه و در این در از کادر صحبت میکنن، ولی من برای تنوع گفتم حالا جامم عوض کنم. این مبلام هم سفید است. دوستانی که منو میشناسن از قدیم میدونن که چقدر من از رنگ سفید خوشم میاد و این هم نزید. ولی این کوشن ها رو کرم گرفتم که یه خورده تفاوت رنگ هم داشته باشه. بعد دیگه چیکار کنم؟ منم از این مدل خوشم میاد. بریم سر وقت محصول بعدی، یک اکنه پیمپل مستر پچ هستش، از برند کره‌ای هست. محصولات کره‌ای گرون هستن، ولی این کاسترکس برند کاسترکس هست و پچ‌هایی هست که برای کسانی که در طول ما مثلا یک جوش اینجا میزنه، یک جوش اینجا، یک جوش اینجا، دیدین بچه های کوچیک و تینیجر ها ازش استفاده میکنن، رنگ زرد داره. این نوع کره‌ایش هستش و برای جوش های سرسیاه، سرسفید، حتی پاسچول ها و پاپول ها هم دوستان موثره، یعنی جوش های خیلی بزرگ هم موثر هست. و حاوی، من در مورد ترکیباتش اصلا صحبت نمی کنم، ولی همینقدر بدونین که به قدری عالی هست که وقتی روش میذارین، مثلا شب میخواین و صبح پا میشین، اون رو تو خودش حل میکنه و از بین میبره و حاوی مرطوب کنندگی خیلی بالاست. پس وقتی که میکنین و از روی پوستتون ور میدارین، حتی جوش شما رو خوب کرده که نه، یک آبرسانی کرده و اون قسمت یک حالت نرمی و لطافت هم داره. این هم قیمتش خیلی مناسب هست. دوستان گلم، این هم از ویدیوی امروزم. سعی کردم به خاطر درخواست یک سری عزیزان یه خورده طولانیش کنم، اما خیلی از دوستان که در ایران هستن مشکل اینترنت دارن و وقتی که ویدیو طولانی میشه و حالت سرگرمی داره یا موضوع علمی توش نیست، خب تفلکی ها نمیتونن و همیشه برای من می‌نویسن که کوتاه باشه ویدیو، لطفا کوتاه باشه. از یک طرف دوستانی که در خارج از ایران هستن، یا دوستانی که در پاکستان و تاجیکستان هستن، یا دوستانی که در پاکستان هستن، خب اینا در این به اینترنت در دسترسشونه و خیلی راحت و دوستان که ویدیو طولانی باشه و استفاده کنن. منم این وسط موندم، به خاطر همین باید هر دو گروه رو در نظر بگیرم و بر اساس اون برنامه ریزی کنم. این هم از ویدیوی امروز عزیزان. باز هم دوستان گلم، هر سوالی که داشتین لطفا زیر همین ویدیو برای من بنویسین، سوالاتتون رو مطرح کنین و نظرتون رو بگین. آیا شما از این محصولاتی که من معرفی کردم استفاده کردین؟ اگر استفاده کردین نتیجه گرفتین؟ و باز هم با هم دیگه تبادل نظر خواهیم داشت. تا ویدیوی فردا شب، خدا نگهدار.